جوانی که زمینه فحشا و بی عفتی او فراهمه و هیچ چیزی مانع او نمیشه که بره تن به فحشا بده، فقط یک چیز، اونم این که خداشو دوست داره و عفت و پاکدامنی و آبروشو دوست داره. اونقدر شهوت به او فشار میاره که همینجور پریشان تو کوچه و شهر داره میچرخه. کسی ازش سوال نمیکنه چرا گرفته هستید، چند مدت تو خودتید. شما نمیدونید مبارزه شهوت، کتاب هایی نوشته شده، این کتاب ها رو بخونید، جرائم روانی جنسی. شهوت پهلوان از پادر میاره، شیخ و ملا و حاکم و پادشاه و گدا و سفید و سیاه و تاجر و فقیر رو نمیشناسه. باید به موقع بهش رسید، باید به موقع معالجش کرد، وگرنه آبروی برای شیخ، نه آبروی پسر شیخ، دختر شیخ و ملاست، پسر پادشاست. تاریخ و ورق بزنید که شهوت چه خرمنهایی رو برباد نداده، منجر به چه گناهایی که نشده، حتی منجر به قتلم شده، منجر به آدم ربایی شده، منجر به اعتیاد شده، منجر به دزدی شده. شهوت باید به موقع معالجه کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگر می‌فرمایند در یک جامعه هرچی که آمار متأهلین، ببخشید، آمار مجردین کمتر بشه بیاد پایین تر، آمار جرم و جنایت هم میاد پایین. از این دیگه واضح تر بگه پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر میخوای در جامعه شما آمار و ارقام جرم و جنایت بیاد پایین کم بشه، آمار جوانای مجردتون رو کم بکنید. خیلی ناسیم بالا بزنن. میگم چند شب پیش ما گروک بودیم طرف سیری 20 داماد، یه عزیزی بلند شد گفت نفر 500 هزار تومن من هدیه میدم به این دامادهایی که یک جا چه ارکست شما پول گرفتید آقا ستار؟ تازه قوال باید 10 روز 15 روز 20 روز یک ماه پیش بری 200-300 هزار تومن بهش بیانه هم بدید. من نمیدونم بندگان خدا چرا از خدمت دیگران، اونم خدمت رایگان، بدشون میاد. برای امنیت خودشون، برای سلامتی خودشون، برای حفظ آبروی خودشون میگن نه ما هم پول به قوال میدیم بهتره. 1,000,000 تومان روز قیامت اگر که صف تو با صف رسول الله جدا کردن، تو را بردن تو صف قوال که خوب پول میچسبونی تو پیشونیش، صف رسول الله همون طرفه، خواستی که بری اون طرف رسول الله، قوال میخواد بری اون طرف، میگن تو برو، تو خود یه صف تشکیل دادی در مقابل رسول الله صلی الله علیه وسلم، حالا میخوای بری تو صف رسول الله؟ اونجا آدم کجا میره؟ اونجا دیگه نمیذارن سر توی واشکی بندازی من برم تو صف رسول الله قایم بشم، از همونجا درت میارن. فإلهم بالساهره، خواب از همه میپره. دشت محشر میگن یه تپه شنی هم نداره، میگن دشت محشر، خودمون نمیگیم دشت محشر، محشر یه تپه شنی هم نداره، فقط صاف زمینه. تو چش کار میکنه؟ کسی نمیتونه خودش اونجا قایم بکنه. خوابم اونجا نیست. فإلهم بالساهره، اسم سرزمین محشر سرزمین ساهره است، واحد و چشم. ما سحر داریم واحد جیمی و سحر داریم واحد دو چشم، یعنی سرزمین بیخوابی، سرزمینی که اگر تو یک سالم نخوابیده باشی بارم چرت نمیزنی، اینطوری گرفتی سرت. امروز درباره من چه قضاوت میشود؟ لخت مادرزا، کسی نگاه به شرمگاه کسی نمیکنه. ام المؤمنین عایشه سوال کرد رضی الله عنهما، یا رسول الله مرد و زن لخت مادرزا از قبل در میان؟ گفت مرد و زن لخت. گفت نگاه به شرمگاه هم نمیکنن؟ گفت حول و وحشت اون روز به کسی اجازه نمیده نگاه بشه، هر کسی سرش گرفته. اینجاست که یه عده میگن که ها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاقیه، کتاب من بخورید من قبول شده هم.
من تو صف رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران رسول الله و ناصرین رسول الله و حامیان دین و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنیا بودم. زمینه انحراف داشتم ولی به خاطر خدا انحرافمو خود کردم، گردن هوا هوسمو خود کردم، تابع خدا و رسول خدا کردم. امروز خیلی ها گردن دین و قرآن رو خرد میکنن تابع